سلام به دوستای جیواره عزیز. تو این قسمت میخوام روش قلم زدن بنفش آفریقایی بهتون آموزش بدیم. کار خیلی ساده ایه. برای این کار اول یکی از برگ های گیاهتون انتخاب کنیم. مثلا من یکی از برگ های پیر گیاه انتخاب کردم. نکته اینه که وقتی خواستیم برگ بکنیم، برگ و از انتها کنده بشه و اثری از باقی مونده دون برگ روی گیاهتون نمونه. برگی که انتخاب کردید رو یه دونبرگ خیلی بزرگی داره. هرچه ارتفاع قلمه دونبرگتون بیشتر باشه، مدت زمان جوان زنی گیاه طولانی تر میشه. به خاطر ما بیشتر 2.5 تا 3 سانت نمیگیریم. برای برش زدنش بهتره که از ایچه تیز یا تیزبر یا تیغ استفاده کنیم. برش رو به صورت مورب میزنیم. صورتی که میبینیم و بعد گلدون مخصوص قلمه رو در میداریم، باز میکنم. بهتر که گلدون ها برای حدود 24 ساعت قبل داخل آب گذاشته باشه تا رطوبت به حد مورد نیاز برسه. بعد برای قلم زدن با وسیله مس خودکار کنار گلدون رو برمیدارید و سوراخ میکنید به اندازه عمقی که میخواد و بعد قلم برگتون رو داخل خاک میزنید و بعد کمی پایین برگ با صفر میکنیم. حواستون باشه که قرار نیست که برگ کاملا داخل خاک دفن بشه، فقط دون برگ داخل خاک بره. از حالا بعد کافی که یه ظرفی به عمق حدود 2 تا 3 سانت داشته باشین، کفش همیشه آب باشه و این گلدون داخل قرار بدین تا زمانی که برگ محکم شه و شون که جوانه ها ظاهر شه. از همه که جوانه ها ظاهر میشن، بهتره که آبیاری مثل خود بنفش مادر هفته از حالا بسته به محیط شما از 5 روز تا هفته 1 مرتبه آبیاری انجام بده. تمامی موارد باید آب از قسمت انتهای گلان برای گیاه باشه. دمای آب بهتر مثل بنفش بالای 18 باشه و دمای محیط بین 18 تا 20 درجه. نور طبیعتاً چون گیاه هنوز قلمه ما ریشه ای نداره، باید نور کمتری داشته باشه نسبت به خود بنفشه مادر. حدودا 45 طول میکشه تا گیاه تا این قلمه ما ریشه دار بشه. پس از اون حدودا 45 طول میشه تا کاملا این قسمت پر از گیاهچه‌های ریز بشه. کافیه پس از 45 روز زمانی که اولین برگ شما اندازه 60 تومن بشه اونها در بیارید، از هم جدا کنید و تک تک دستجات رو توی گلدون کوچیک تر بزنید. ریشه که پر شد تو گلدون اصلیتون انتقال بدید. و اگر که خاکتون دفعه اول استفاده میکنید نیاز به قارچ کش نیست، ولی اگر که خاک رو دارین چندین بار استفاده میکنید، استفاده از قارچ کش کمک کنید که احتمال گرفتن قلمتون بیشتر بشه. نکته فراموش نکنید، اگر خواستین قلم بزنید به هیچ عنوان با خود قلمه فشاری به سطح خاک نیارید، چون قسمتی که ما برش زدیم کاملا له میشه و آوندها بسته میشه. بین رقم های مختلف مدت زمان بین قلمه زدن تا شروع برگدهی متفاوته. بعضا ما دیدیم زمان که حتی خود برگ کاملا از بین میره، پس از چند ماه میبینید برگ های ظاهر میشه. این اتفاق بعضا میفته ولی خب خیلی کمه، ولی میتونیم به انتظارش بشینید و حتی میتونید پس از که برگ گیاهچه‌های کوچیک رو جدا کردید برگ رو دوباره هم کش کنید. باز میتونید از چند تا قلم چند تا گیاهچه‌های کوچیک بگیرید و البته تعدادش اونقدر زیاد نیست. روزتون خوش و خدافظ.